یکی از اصلی ترین راهکارهای شیطان برای زمین زدن کارهای مذهبی مهدوی، یک چیزی که با پوست و استخوانم درک تفاهم، خداوند متعال بیکار بود علیاذ بالله، بیاد قرآن برای ما بیاره و اینا. فا در زبان عربی یعنی بلافاصله. بفهمد ولا تنازعو فتف شده چسبیده به، یعنی تنازعتون شروع شد فلک شد فشل شد. اینکه فرمایش خداوند متعال، تنازع ما نداریم؟ خیلی میبینیم ما کارهای متاسفانه مذهبی و مهدوی ما هست آلوده به اسمه. حتما این اسم سایت ما بخورا، حتما این لوگوی ما باید بخور. یک جای هست باید نگاه بکنی کجا اثر بیشتری داره. دیدید چی میگم؟ یک جای شما لوگوت بخوره چیه؟ خوبم هست، مردم رجوع میکنن، شما رو میشناسن، مطالب مهدوی بیشتری گیرش. یه جا دقیقاً اگه شما اون لوگو استفاده نکنه اثر کار چیکار میکنه؟ بیشتر میکنه. یه سری حرفا رو حضرت موسی میخواست بزنه خودش نمیزد، میداد آروم بگید. چرا؟ اثرش بیشتر. چرا؟ چون هارون خوشگل‌تر حرف می‌زد، فصیح‌تر بود. او افصح مني، قرآن میگه یو از من فصیح‌تر. فصاحت هارون از موسی، یعنی میگه آها تو خوشگل‌تر حرف می‌زنی، شده یه مطلب علمی آماده کنی بگی این از من بهتر حرف می‌زنه، بدم او بگه. دنبال اثرش هم یک جای هست، یه حرفو من کت‌شلواری نباید بگم. یک جا هست دقیقاً اون حرف یه روحانی نباید بگه، موجب برچسب خوردن میشه. فلان جامعه خاکستری دیگه به حرف گوش با آخونده بدش نشنید، در این حرفا فراوان میشه. پس چرا ما داریم جا به جای هم حرف میزنیم؟ بعد شیطان میاد این وسط صراط رو میشناسه. یکی از اصلی ترین کاراش هم تفرقه است. شما تو جاده میریم، من چند باره مثال زدم، حضرت آیت الله زابلی مثال برام زدم، خیلی خوش اومد. یهو یه گفت حالا تو جاده شده بری ببینی ماشینی که روبرو داره می دستش از شیشه میاره بالا بیرون اینجوری کنه دوباره. خب یعنی چی؟ گفتم یعنی پلیس. دیدی بهت خبر میدن؟ گفت تو رو میشناسه؟ گفتم نه. خب چرا این کارو میکنه؟ شخصا فعال باش. منظور ایشون چیه؟ یارو طرف مقابلش اصلا نمیشناسه، میگه ببین برادر اگه عین خودم خلافکاری تو حزب ما خلافکار هستی بدون پلیس یه بار جریمه نده. بعد اینجا ریشو جماعت صبح تا شب بابای هم رو در آورده، این واسه اون میزنه، این واسه اون میزنه، اون کارو میزنه زن. بابا بخواه این مسیر درست ناخد. میبینیم شیعه اثنا عشری مرجع تقلید واحد، حتی بازم یه باز مرجعیت نگاه، مثلا اختلاف فقهی بین مثلا سر قمزنی بین مراجعشون، نه آقا اصلا یه مرجع تقلید بلایی سر همدیگه میارن که شم سر سپاه موسی نیومد. شیطان حاکم اومد این لحظه، بعد این نفسی که همچین چیزی رو میخواد تنبیهش کرد، میاد تو دلت میندازه که برو علیه فلانی حرف بزن، برو علیه فلانی حرف بزن، از لجش برید حال احوال پرسی کنید، از لجش زنگ بزنید سلام چطور حالت خوبه، زنگ بزنید حال احوال پرسی، از لج شیطون نه ها، از لج نفستون. من به شخص هر بار نظر خودم گفتم تجربه خودم یه با کسی دیگه کارم، هر بار این کار کردم از اون سمت برکات فراوان دیدم، خدا گواه. یعنی همون آدمی که بین ما شیطان داشت نزغ میکرد و هم میزد بین ما رو، وقتی ورود پیدا کردم یا یک اثر مثبت 10 برابر از سمت اون آقا دیدم، اینجا دیگه رحمت الهی میاد وسط. ببینم چی میخواد بیاد جلوش، منتها شرط قبلیش چیه؟ مودت. شما عقلت دستور به یک دوستی میدهد ولو حتی قلبت آن را بگیر نخواهد. آقا رسول الله اصلا شما هیچ وقت نمیتونه یه نفر درخواست دوستی بکنه، آقا باید ایشونو دوست داشته باشه. خود دوستش ندارم چیکار کنم؟ به دست خودم تو دلم این محبت بگید نیست. برای همین آقا رسول الله هیچ وقت از امتش محبت اهل بیتو نخواسته، دقت کنید.
به عنوان یک الزام چی خواسته؟ مودت رو خواسته. محبت دوست داشتن، مودت دوستی کردن. کاری ندارم علی بابات تو جنگ بدر کشته. کشته که کشته، به خاطر خدا کشته. ها؟ باید دوستش داشته. نمیتونم دوستی کنم باشه. جالب، تمرین مودت چی میاره؟ رحمت میاره. یعنی این کمک الهی منوطه، این سنت های الهیه، منوطه به انجام این کاره. اینجا باید شاخوشونه بکشید برای نفس، برای شیطان. اون زمینه این اختلاف باید بره. آقا برید خودتون رو مشمول کمک های الهی بکنید، برید مشمول عنایات الهی بکنید. نمیشه عزیزم. این اقامه، این برخواستن و بلند شدن و قیام کردن اولش مسناه. نبود، اگه نبود تکی هم باید بلند شید. اما چرا اول دوتا میگه؟ و اصل به ید الله مع جماعت، دست خدا با جماعته، برکت خدا تو این کاره. آقا جان اصلا قدرت نمایی با جماعته. شیعیان چند درصد جمعیت کره زمینن؟ تهش 5%. بزرگترین اجتماعات بشری از اول تا ششم مال شیعه است. اصلا یه رکوردای زدن که هیچ نمیتونه نزدیک بشه. 30 میلیون 40. چون خود حذف میشه. دونه های تسبیح میشیم که حول محور ابا عبدالله جمع میشه.